برام خدا بارز سلام خدمت تمام شما دوستا و علاقمندان برنامه بینوایان. باز هم خداوند سپاسگزار هستم که در برنامه بینوایان در خدمت شما قرار دارم. آرزو دارم یک روزای ماه مبارک رمضان به خوبی و سپری کرده باشین، طاعت عباداتتان به درگاه عزت منان قبول باد. و پیش از این که برنامه را شروع بکنیم، ابراز تسلیت میکنیم به نمایندگی از شبکه رادیو تلویزیون مردمی نورین و شهدای روز چهارشنبه و روز شنبه. خداوند غریق رحمتشان بکنه، خداوند جنتار نصیبشان بکنه و برای زخمی ها شفای عاجل خواهان اسم از الله متعال. برای بستگان و بازماندگانشان صبر جمیل از خداوند منان آرزو داریم. امروز شما را با یک فامیل دیگری معرفی می سازم که شما معرفی میشین. در یکی از نقاط دوردست شهر کابل زندگی میکنن. پدری است که 4 فرزند داره، 4 دخترک داره که شما میبینین اینجا هستن. و خودی پدر ما فلج است، یعنی توانمندی کار نداره که کار بکنه. میریم از زبان خودشون میشنویم که چی گفتنی های دارن، چی میخواهیم بگویم. سلام علیکم کاکا جان، خوب هستی؟ شکر میگم. میشه از مشکلاتت بر ما قصه بکنی که چی رقم مشکلات در زندگی سفری میکنی؟ حالا مشکلات پیش 3 سال میشه که ما پلج از پیش دیگوزی پلج پیاده بودم ریاست برق. بعد از اون یکی به یکی نمی مرض بری ما که سوم خسته نمیتونستم از پای بالشون پلت شدم. باز که دکتر ها رفتم، فامیل دکتر هم گشتم، گفت فامیل تو پیشاور رفتم اینا عکس گرفتم، گفت مصرف میاد را را مغز کمری تو گوشت پیدا کرد، را مغز عصبی. بله. و را عکس هم اونجا دو پشت بکس است، فامیل چیز است گوشت پیدا کرد، گرم قدر مصرف میشه. ما تواندی شنا داشتم، یکی از دوستای ما به نام منشیر بود، ما رو برد عملیات کرد. که عملیات کرد پس هم مادم، گفت توی 3 ماه بعد بازم برو که چی رقم نتیجه داره. دیدم که دکتر گفت که دی باز گوشت مانده، تو گفت که ما عملیات میکنم، مگه نه ما خود زمانت یه چیزا رو نمیکنم. باز دیگه بیچارم دیگه توانان نداشت، یک قدر چیز دیگه قد ما کمک کنه، یک 90 از یک لکال دار داد که در شبخانه شخصی ما رو عملیات کرد. اما از اینجا ما رو گرفت اما تو خانه ما رو دید نه که اکس بارداری کنم، تو پا میده کمکی خدایی و کمک میکنه. دیگه پا می دخترم ما رو دید میگه تو برای می دخترات با پای شوی که اینا بی سرپرست بی سرپشت نشون، یعنی می کمک ما میکنن که میلاج مریضی عملیات زورت رو اونو که اموانیم. پس پا میده بعد از او پا میده دیگه واسه و قطماندیش پیدا نکنیم. اینو در خانه افتادم، 4 تا دخترک دارم، نوار خانه خودم هستم، تو بچه هم مجن ندارم که مثلا برای ما کار کنه و نان بده برای خانه. اونم از وقتی افتارم که شو پامیده از خانه کدام بلاکمنان پامیده کسی دیگه خدا واسه ما دامات چیزی که خود ما داشته میتره خوش پشوی یا چای نان مقصد اونم شو روز خود تیر میکنم. پامیده دیگه مثلا پامیده چیز نظر ما خوش خواه افغان هستیم دیگه قدر چیز منم دخترم پامیده طرف برای من طرف جنگل یا از یا مکتبم چی شدن لباس نداشتن، هم سایه لباس برش دادن که بار رایی که مکتب سواد نمانه خیر است، ما لباس کنه دخترهای خود برای شدن داده پارساله را یا رفتن پامید مکتب که مکتب آینده ازیام خراب نشد. خدا مهربان است که تو جور شوی، پس پامید هم تو نماز زندگیت پامید جور باشی دیگه باشی. این خانه را 3000 مکرای میدم، زمستان که برد میاد در نمیدارست سو که نشست این پایین رفته میبینی این پایین رفته اون از بالا ببینه که اون از کلش پا میده بامش ببینه بیخ زنبیر شده میگه میشینه بیشین نمیشینه که جای دیگه من قدرت ندارم از 3000 بالا خانه بگیرم، یعنی من کرای 4 ماه سر ما مانده پا میده. بازم پا میده بیچاره با خاطر که پلج هستیم چیزی نمیگه، میگه ما کم نمیگیره، میگه خدا که داد بده. اما پا ما مجبور هستم در می خانه خطرم که داره 100% خود دیدی از بیرون مناخه ببینی خطرم داره 3000 کرای از من میگیره. و من ما مجبور هستم، اگه مجبور نمیمد دیگه خانه پا میدی وقتی که خودت گفتی در ریاست برق کار میکردی در اون زمان زندگی چی رقم زندگی ما نمو 10000 روپیه برای ما میداد
10,000 قوانی اینو می کرایه که می دادم یا دیگه می شدم کرایه می شد و خرچ خانه و مریضی و اینو می فقط بر ما می شد کار ما سرش پا می دید مثلا دستم به کسی دراز نمی شد و از اونجا که شدم دیگه کسی پشت کار ما نگشت خب ما عجیر بودم پا می دید پشت کار ما کسی دیگه نگشت دیگه کار ما بگرد خودم اینجا خودش از سارا نمی تنید پشت کارم بگرد اینا اونام دیگه از اونیم برطرف شد. همسایایتان قوم خیش اینا امرایت کمک همکاری نکردن؟ نه کمک نکردن. همسایای ما اگه یک نان ما نه اگه چیز میزه اگر خوردنی کمک کنن. دست با پیسه نقدی چیزا کمک نکردن برای کره. خب بسیار خب نام چیز؟ بگی با بگی باری. بگی خب نه نکن. نام چیز؟ مریم. مریم؟ مریم جان مکتب میری؟ آه. سن تو چند دستی؟ دو. سنف دو درس میخونی؟ آه. آه؟ آه. ماشاءالله. چیز؟ انیسا. انیسا جان خوراکم. انیسا جان در خانه چی مشکلات داره؟ در خانه پدر فلج است. خب دیگه. ببین بچه. آرد، برنج، روغن. چیزا دارین در خانه؟ نه. یعنی خوش داری که همین لحظه مردم سای که خودتا میبینن، نه؟ آه. خودتا مردم میبینن مثلا چی میخوایی از پیشان؟ میتونن خودتا کمک بکنن، میتونن خودتا همکاری بکنن. چی میخوایی از مردم؟ بگی باشم. میخوایی کمکت کنن؟ آه. آفرین. نام تو چیز؟ نیلا. چی؟ بزر بگی، بزر. نیلا. دندانای تو چی شده؟ چشموش برده؟ چشموش درد میکنه شما نه، چشم درد شده. تکلیف چشم داره؟ تکلیف چشم داره، نزله بهاریس و دکترام دیگه گفتن که و مرور زمان شب درد میگیره تا صبح به یک سر و صدا میباشه. دیگه ما هم دیگه تماندی دکتر مکترش هم ندارن که تو دکتر را ببره. من خودت میبینی، فقط شام که میشه درد میگیره چشم. دوستا عزیز، اینا نیازمند کمک شما هستن، نیازمند همکاری شما هستن. شماره تماس از زیر صفحات تلویزیونتان میبینین، میتونین تماس بگیرین اینا را کمک همکاری بکنن. این طفلک دیگه چی تکلیف داره خوارکم؟ این تکلیف این نمیست که پامیده، بخواد هم تکلیف عصبی داره. مثلا ببینی که پامیده اگه گپ خوبم بزنی سر جا خوب نمیخوره، اگه بعد بزنی خوب بعد خواهش نمی تکلیف که زیاد سرش پیشان میاد نمیفهمی مادر است پدر است چی مادر کلان است بی بیست دیگه است نمیشتن است پاپا هرچی که بدن شما دونمو میگه حسان ببینه که میزنی هرچی که بکوبی هرچی که کنی با میدی چیزه بر دکتر ها گفتم این تکلیف میگه شکی عصبی پیدا کنه. چرا پیش دکتر نمیبرینه؟ خود دکتر بخاطر چی که ما بخاطر چی برنامه رو پر میکنی؟ بخاطر که ناچاری و نداری نداری که باشه کیر خوش نمیه کدام پدره که اولادش به این قسم باشه و پول دجو باش باشه نبره دکتر خود نداریم ناچاریست مشکل است واقعا. دوست عزیز آرزو دارم که شنیده باشین دیده باشین و مشکلات اینا را و این طفلک را اگر هر دوست ما توانمندی کمک همکاری داره برای خوارک ما کمک بکنین تا این مادر و پدرش ببرن پیش دکتر و اینا تکلیفشون مشخص شد و اینا صحتمند شد و این خوارک ما ماشاءالله میبینین گلوار یک دختر است و خوارک ما نیازمند کمک و همکاری شما هستند. شماره تماس زیر صفحات تلویزیون تان دیده میشه، میتونین تماس بگیرین که اینا را کمک و همکاری بکنین. دوستا عزیز و علاقمندان برنامه، دیدین که این فامیل چقدر با مشکلات زندگی میکردن، مشکلاتشان شما دیدین خودتان. آرزوی کمک و همکاری را از طرف شما برای فامیلای مستحق ما داریم. ما خیلی کوشش میکنیم که فامیلای مستحقی که واقعا مستحق هستن برای شما معرفی بسازیم و اونا را شما کمک و همکاری بکنیم. شماره تماس برنامه زیر صفحات تلویزیون تان دیده میشن، میتونین تماس بگیرین و این فامیلا کمک و همکاری بکنین. تا برنامه بعد که باز هم ما در خدمت حاضر میشم، یک و یک تان به الله پاک میسپارم. رمضان خوش، طاعات عباداتتان به درگاه پروردگار عالم قبول باد. الله حافظ.